تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده. درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم. حرفایی که کمتر میزنیم. بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست. هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه. سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم. حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن. آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما. همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم. انسان در طول تاریخ پرماجرای تکامل خود در کره زمین توانسته با یاری علم و فلسفه تا حد زیادی از هستی خود و جهان رازگشایی کند. انسان دیگران موجودی که از طبیعت میترسید نیست. ادیان با قدمتی کما بیش 4000 ساله در طول این تاریخ همراه انسان بودند و به شیوه خود انسان ترس خورده را پناه داده و باید و نبایدهای زیستن در این جهان را برایش وضع کردند. اما آیا نهاد دین هنوز و برای انسان امروز هم کارایی دارد؟ انسان عصر علم و تکنولوژی که برای پدیده‌های طبیعی دلیل علمی قابل ابطال یا اثبات دارد، چه نیازی به دین خواهد داشت؟ در جهانی که در آتش تعصب‌ها می‌سوزد، دین که جنگ‌ها و تعصبات هم در تمام طول تاریخش جریان داشته، در حال ایفای چه نقشی است؟ در یک جمله، آیا دین هنوز به درد زندگی ما می‌خورد؟ من فهیمه خضر حیدری هستم و این تابوست. این هفته میزبان دو پژوهشگر فلسفه و دین هستیم، سروش دباغ و زهیر باقری نوپرست، و درباره همین موضوع بحث می‌کنیم. سلام، خوش آمدید به تابوی هفته. اگه به سیر تحول و تطور دین بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که دین به نوعی با یک رازگشایی و پاسخ به پرسش‌های بشر درباره خودش و درباره جهان همراه بوده. پرسش اینجاست که حالا امروز در جهانی که علم تا حد زیادی رازگشایی کرده، از اون انسان چه نیازی به دین داره؟ دین در این جهان به چه کار میاد؟ عرض میشود که پرسش شما در باب اینکه آیا دین در جهان معاصر به کار میآید یا نه رو چند جور میشه صورت بندی کرد یا بهش پاسخ داد. یه وقت هست که همطور که اشاره کردید و خب پاره از جامعه شناسان مثل وبر اشاره کردن که دنیا دنیای راززدایی شده است، یعنی برخلاف گذشته از در و دیوار جهان خدا و معنویت نمیباره و ما با جهانی مواجه شده این که علم و تکنولوژی و علوم انسانی جدید چهره دیگری از اون رو به ما نشون داده. این درسته. ما اگر فیلمثل از زمان رنسانس به این طرف رو در نظر بگیریم، با ظهور علم و فلسفه جدید تأثیر دیگری از عالم و جهان به ما نشان داده شده است. در این حال به این پرسشی که شما طرح کردید میشه دست کم دو جور پاسخ داد. یه وقت است که از منظر روانشناختی شما مسئله رو تقریر میکنید که آیا به برخی از نیازهای انسان در روزگار کنونی دین همچنان پاسخ میده، میتونه احیانا موجب کاهش درد و رنجشون بشه به رغم اینکه دنیا رازدودایی شده. یه پرسش دیگر هم اینه که با حملاتی که یا با پرسش هایی که کسانی مثل فروید یا مارکس یا داروین یا فورباخ پیش روی دیانت در جهان جدید گذاشتن، آیا دیگه ارزش معرفتی دین داره و دلی رو میرو باید یا نه؟ به نظرم پاسخ به پرسش اول مثبته، به این معنا که به رغم این پیشروی که دریای علم و تکنولوژی و فلسفه کرده است، میشه همچنان افراد بسیاری رو سراغ گرفت که در همین دنیای راززدایی شده همچنان جهان اونها رازآلوده و همچنان دین یک منبع معنابخشی برای اونها. یه نگاه فونکسیونالیستیک و کارکردگرایانه به ما میگه که دین در جهان جدید همچنان فانکشن داره. ظاهراً افراد متعددی هستند متعلق به فرهنگ‌ها و ملل گوناگون که در دل همین جهان راززدایی شده در قرن 21 به دیانت به مثابه مخزنی برای معنابخشی به زندگیشون استفاده میکنند. در خاورمیانه به نحوی، در اروپا به نحوی، در آمریکای لاتین به نحوی و امثاله. البته تعداد افرادی هم که خدا ناباورند کم نیستن، اما این گونه نیست که دیانت از فانکشن معنابخشی به زندگی و کاستن از درد و رنجهای روحی آدمیان عاجز شده باشه. دومی هم معطوف به این است تا شما از کی بپرسید. ببینید در همین روزگار کنونی باز هم من تصورم اینه که افرادی چه در میان فیلسوفان چه در میان جامعه شناسان
چه در میان کسانی که در حوزه های علوم تجربی کار میکنن میشه سراغ گرفت که قائلم به این که میشه از صاحب قدسی دفاع کرد و روایت معقولی از آن به دست داد. به همین خاطر من فکر میکنم که تصویر جامع الاطراف به ما میگه که به رغم این که خب تعداد دینداران در جهان جدید کمتر شده است، به رغم این که با تعابیری که یا ایده هایی که امثال داروین و فروید و مارکس در انداخته اند میشه گفت دینداران تعداد معتنابهی کم شده اند، اما لازمه این سخنی نیست که در سطح بحث و فحص های فلسفی جامعه شناختی عالمانه در باب دین به کلی صحنه خالی شده باشه و ما دیگه نتوانیم از دیندارانی که حالا چه قائل به ادیان ابراهیمی ان، اسلام و مسیحیت یهودیت و چه قائل به ادیان شرقی ان سراغ بگیریم. خب آقای دباغ معتقد هستن که دین همچنان در جهان امروز کارایی داره. آقای باقری نوپرست، شما چه پاسخی به پرسش خواهید داد؟ هنگامی که از پیشرفت علمی صحبت میکنیم منظورمون عمدتاً علوم طبیعیه و علوم طبیعی هم ما رو در فهم جهان طبیعی یاری کرده. ما در واقع در مقایسه با دیندارانی که چندین سده پیش زندگی میکردن فهم بسیار دقیقتر و بهتری پیرامون جهان طبیعیمون داریم. بخشی از ادیان که ادعاهایی در مورد جهان طبیعی مطرح کردن، مثلا این ادعا در مورد اینکه خورشید به دور زمین میچرخه یا اینکه تنوع گونه های جانوری محصول خلقت مستقیم و جداگانه خدا، زیر سوال رفته. بعضی از دیندارا دین خودشون رو با این پیشرفت‌های علمی همخوان کردن و بعضی از دیندارا همچنان مقاومت‌هایی دارن. ولی اون چیه برای دیندارا اهمیت ویژه داره؟ در وهله اول جهان طبیعی و مثلا فرض کنید چینش سیارات و ستاره‌ها یا مکانیزم‌های بیولوژیک نیست. دین برای پرسش‌های بنیادین و بسیار پیچیده هستی شناختی که برای ما واقعا استراباور و دلهره‌آور هم ممکنه باشن، پاسخهای بسیار ساده و قابل فهم ارائه میکنه. این پرسش هایی که مثلا از کجا میایم، به کجا خواهیم رفت، برای چی در این دنیا هستیم و در این جهان چیکار باید بکنیم. عقل و علم در واقع ظرافت و عمق بیشتر این پرسش ها رو به ما نشون میده. البته این عمق و ظرافت نمیتونه خیلی ها رو آروم بکنه و دین این نقش رو میتونه براشون بازی کنه. زمانی بود که انسان‌ها باور داشتن که جهان خیلی کوچیکه، کره زمین مرکز هستیه و تصور می‌کردن جهان در واقع آفریده شده تا انسان در اون آزموده بشه. خب این تصویر به شدت مناقشه برانگیزه. ما می‌دونیم الان که جهان خیلی بزرگتر و قدیمی‌تر از اونیه که تصور می‌شده و به نظر معقول نمیاد که جهانی با این عظمت خلق شده باشه تا در یه سیاره کوچیکی در یه منظومه شمسی که خودش هم چیز خیلی کوچیکیه یه انسانی به وجود بیاد و بعدم آزموده بشه. خب این تصویر خیلی ساده است، یعنی یه نوع اهمیت هستی شناختی برای انسان جعل میکنه. من فکر میکنم در دوران ما این تصویر معنابخش دینی توسط علم به شکل بسیار جدی به چالش کشیده شده و در فلسفه این قطعیت وجود نداره. در علم هم همینطور، در علم هم نظریه‌های رقیب همیشه وجود داشتن در علم و اینطوری نیستش که مثلا ما بخوایم فکر کنیم که شخصیت اونجا وجود داره به همه ما میگه که مثلا ما باید چیکار بکنیم و این منبع و مرجع بیچون و چرا و ایمانی محسوب میشه. ولی حالا گذشته از اینها، من مایلم که بگم که واقعا دینی که برخلاف اون چیزی که شاید خیلی تصور بشه یک پدیده‌ای که همچنان ابعاد بسیار ناشناخته‌ای داره. علت و دلیل شکل‌گیریش و از اینا مهمتر سخت‌جونیش که چطور میشه که دین در زندگی انسان‌ها اینقدر دوام میاره، اینا ما پاسخ‌های قانع کننده هنوز براشون نداریم. این سوال به صورت کلی که آیا مثلا ما ذاتی دیندار داریم یا نداریم یه پرسش خیلی پیچیده‌ای که من گمان نمی‌کنم براش هنوز پاسخی وجود داشته باشه. ولی صرف اینکه یک چیزی در ذات ما وجود داشته باشه دلیل بر درستی اون نیست. کما اینکه مثلا از ویژگی هایی که جوامع بشری همشون تا به حال داشتن مثلا یکیشون مردسالاریه. کسی نمیتونه از این نتیجه بگیره که پس مردسالاری نیاز بره. مثلا آقای دباغ، آقای باقری نوپرست در استدلال هاشون از سخت جانی دین گفتن و از اینکه دین با وجود حملاتی که مثلا از طرف فلسفه یا علم به اون شده و همه تحولات تاریخ بشر همچنان وجود داره. کسانی میگویند که در فلسفه و
در علم مثلا ما همواره با تردید روبرو هستیم، با امر ابطال پذیر روبرو هستیم، اما دین قاطعه و حتی با تحکم و البته به زبان ساده تعیین تکلیف میکنه و چون یک امر بی تردید هست اون حراس بشر رو از اینکه نمیدونه در این جهان چه بکنه تسکین میده. آیا این از جمله دلایل سخت جانی دین میتونه باشه به نظر شما؟ من فکر نمی کنم این تبیینی که گفتید تبیین تمام قد یا به اصطلاح جامع الاطرافی باشه، به این معنا که برای عده‌ای، البته که دنیا خیلی شسته رفته است، مشخص از کجا آمده این به کجا میتوانیم برویم و باید برویم، میشه اینها رو دینداران متعارف نامید. اما از این طیف که شما درگذرید و به سبک دیگر دینداری پای بنهید، در میان عارفان، انسانهای معنوی دیندار، متکلمان، فیلسوفان، میشه با دغدغه‌ها و تلاطم‌های وجودی مواجه شد که از این حیث نظیرش رو ما ممکنه حتی در میان غیر دینداران ببینیم. یعنی جهان پاره از دینداران هم بسیار بسیار فراخه و اون ساحل امنی که اشاره کردید بهش، خب در میان پاره از دینداران این گونه نیست. جهانشون فراخه، درکشون از مبدأ عالم با درک کثیری از دینداران متعارف متفاوته. در باب قصه، حالا به تعبیر شما، سخت جانی دین، حالا من این تعبیر رو به کار نمیبرم، شبیه این رو ویلدورانت هم گفته بود که دین سخت جان دارد. یکی از کارهای مهمی که دین میکنه نوعی آشتی کیهانی دادن است. یعنی شما به زندگیت معنا میبخشی با دین داری، کسانی که دین دارن نوعی سازگاری کیهانی، آشتی کیهانی و خود رو در این دنیا بی پناه نیافتن. یکی از مفاهیم مهم فلسفه ارسطو عبارت هست از تلئوس که در فارسی به آن غایت یا هدف میگه، یعنی نگاه غایت انگارانه که برای هستی غایتی متصور است، یا بگوییم هستی رو ایستاده بر پای خود و کور و کر و خودرو نمیداند و اون رو بی پناه و یله و رها پرتاب نمی کنه. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که خب حالا از علم و فلسفه بگذاریم، افراد احساس غرور ملی میکنن، حس همبستگی ملیه و یه جور معنا بخشی به زندگیه که از جنس فلسفه و علم هم نیست. ظاهرا این مقدار کفایت نمیکنه، در جای خودش خیلی امر نیکوییه، اما اگر بنا بود در عالم انسانی با همینها بار ما بار بشه دیگه به سراغ دیانت چه مردم نمی آمدن. آقای باقری نوپرس، ما داریم درباره بحث میکنیم که آیا هنوز دین به درد آدمیزاد میخوره یا نه، و در چنین بحثی خب نمیشه که پای جمله معروف مارکس که گفته است دین افیون توده هاست به میون نیاد. میخوام بدونم در این مورد هم ممکنه بخوای نکته بگین. من ابتدا مایلم چند نکته رو بگم. اول اینکه دیگر مهمان برنامه اشاره کردن که همه دیندارها در واقع به یک شکل نیستند و کثرتی بینشون وجود داره و غیره، و این درسته. منتها ببینید اگر قرار باشه که دین یکی از وجوه مشخصش ایمان و قطعیتی که در ادیان ما سراغ داریم نباشه، یعنی اگر قرار باشه که دین هم مثل فلسفه به شکرایی بیانجامه یا مثلا مثل علم عدم قطعیت بیانجامه، خب اینجا دیگه یه مقدار سخت میشه فهم تمایز بین دین و دیگر پدیده ها. و نکته دیگر این که ببینید ما بین دو راهی قرار ندادیم که مثلا فکر کنیم که طبیعت غایتی داره و یا اینکه کور و کره. نه، ما میتونیم نسبت به طبیعت و این حجم بزرگ از شگفتی که درش وجود داره حیرت بکنیم، میتونه حس زیبایی شناسی ما رو تحریک بکنه و غیره. یعنی این یه نگاه افسرده مثلا که جهان کور و کر و پس ما باید به پوچی برسیم، ذاتی پذیرفتن در واقع قایتمند نبودن جهان نیست. در مورد ملیت و این هم که فرمودن، خب آره درسته، ملیت هم یک نوع حس تعلق میده، منتها ایرانی بودن من به جهان بینی خاصی وصل نیستش که مثلا پیشرفت علمی بخواد اون جهان بینی رو به چالش بکشونه و مثلا از اون طریق ملیت من بخواد به چالش کشیده بشه و مثلا من دچار بحران معنا بشم. در مورد اینکه دین افیون توده هاست یا نه، اگر بخوایم بگیم که دین مختص طبقه سرکوب شده است و مثلا طبقه سرکوبگری در جامعه وجود داره که از باورهای دینی استفاده میکنه، اینجا ما صرفا با یک نوع از در واقع رابطه دینی مواجهیم. این وجود داره، منتها این تنها نوعش نیست، چون ما در مواردی هم داشتیم که دین باعث رهایی سیاسی شده، مثلا یک مثال معروفش مارتین لوتر کینگه. این تعابیر کلی مثل اینکه دین افیون توده هاست یا مثلا دین
رستگاری بشره به نظرم اینا تعبیرهای دقیقی نیستن. یه نکته هم در صحبت‌های آقای دباغ بود درباره آشتی کیهانی. اینجا هم شاید بد نباشه که شما توضیح بدین. این آشتی کیهانی که عبارت خیلی عظیمی است البته بر پایه باورهای دینی درباره جهان و خلقت و اینها که همه رو هم اساساً علم رد کرده، چطور آشتی میتونه باشه؟ آشتی بر چه اساس؟ یه مسئله اینه که ما چه فکت‌هایی داریم راجع به جهان. خب ما با اون چه که علم مدرن داره به ما میگه، میگه که جهان خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده تر از اون فهمی که در زمان مطرح شدن ادیان غالب جهان وجود داشته. چالشی که اینجا دیندار باهاش مواجهه اینه که اگر تصویری که دین داره از هستی و جایگاه انسان به ما میده بر فکت استواره، که خب میشه اون آشتیش رو، آشتی کیهانیش رو جدی گرفت. اگر نیست باید بیاد به ما توضیح بده که این آشتی بر چه اساس و چه مکانیزمی استواره. آقای دباغ، در ادامه بحث اگه پاسخی دارید بفرمایید و بعد نیست نگاهیم بکنیم به رابطه اخلاق و دین. بسیاری برای باور هستند که زندگی اخلاقی یعنی زندگی دینی و این ادامه منطقش هم خوبی میشه که پس زندگی بدون دین میشود زندگی غیر اخلاقی، نگاهی که مخالفان زیادی هم البته داره. نظر شما چیست؟ وقتی که ما از نسبتمون احساس آشتی کردن در دل جهان سخن میگن، البته که این تصویر با تصویر خدای متعارف یا درک و تلقی جمهور دینداران از امر متعالی میتونه فاصله داشته باشه و همه اینها علی‌ایحاله در اردوگاه دینداران باشن. یعنی سرسنگ ها درک عارف و فیلسوفی مثل سهروردی یا مولانا یا عطار نیشابوری با دینداران متعارف از امر متعالی فاصله داره، اما همچنان قائل به یک آشتی کیهانی، درکش از خدا، نه یه پادشاهیه که بالای ابرها نشسته و موجود متعین و محدودیه، بلکه از بیرنگی و بیتعینی و بیکرانگی او احساس حیرت میکنه. یه وقت از کسی که با علم و فلسفه جدید بیگانه است و از ساحل امن دیانت سخن میگه. مثلا فرض بفرمایید من مادر بزرگ مرحوم خودم رو مثال میزنم که خب با فلسفه جدید، علم جدید هیچ آشنایی هم نداشت، اما اون امنیتی که یه وقت من و شما ممکنه تصور بکنیم و زیستن در ساحل امن رو کاملا من میدیدم در ایشان. اما میخوام بگم که در این حال معنیشی نیست که اگر کسی با علم و فلسفه و عرفان جدید آشنا باشه به هیچ معنایی نمیتونه از ساحل امن سخن بگه. میتونیم عارفی مثل مولانا رو در نظر بگیریم یا در جهان جدید فیلسوف و متکلمی مثل جان هیک، که خب تا وقتی زنده بود من توفیق حشر و نشر با ایشان رو فراوان داشتم، میدیدم که یک متأله و فیلسوف طراز اولی که خب کلیسا هم او رو طرد کرده، با دین مسیحی سنتی فاصله داره، اما اون امنیت رو، اون آرامش رو، اون آشتی کیهانی رو در اون میشد سراغ گرفت. راجب دین و اخلاق که گفتید، ببینید داوری من اینه که اخلاق مستقل از دینه. یعنی چی؟ توضیحش رو سرفتر بدم، یعنی که کسی بگه راستگویی خوبه فارغ از این که خدا و پیامبر گفته باشه یا نگفته باشه. اخلاق سکولار بر این بنا شده است، به تعبیر آقای عبدالکریم سروش، در میان دینداران معیشت اندیش. البته که اخلاق مستظهر به پشتیبانی دیانت است، یعنی کارهای اخلاقی از ایشان صادر می شود چون دیانت گفته است و منشأ کنش اخلاقی از نظر اونها دیانت است. یعنی چون خدا گفته راست بگو، راست میگه. اگر نگفته بود خداوند یا او تعلق خاطر دینی نداشت، شاید به راحتی این کنش های اخلاقی ازش صادر نمیشد. در میان جمهور دینداران معیشت اندیش با انگیزه های دینی کار اخلاقی میکنن. اما آیا این مانع از این میشود که کسانی در باب اخلاق به نحو مستقل از دین هم بیاندیشن؟ نه، مانع نمیشه. درباره اخلاق و دین شما آقای نوپرست نکته هست که بخواین اضافه کنین؟ سقراط به ما آموخت که اخلاق مستقل از دینه. میگه که اگر بگیم که عملی خوبه چون خدا اونو دوست داره، هیچ حرف جدیدی نزدیم، سخن خودمون رو تکرار کردیم، چون گفتیم خدا آنچه دوست دارد رو دوست داره. پاسخی که ما باید بدیم اینه که چرا یک عمل خوبه. ادیانی که ما داریم دربارشون بحث میکنیم، اینا نهایتاً دیگه 4000 سال قدمت دارن، ولی انسان‌ها پیش از این ادیان هم اخلاق داشتن. اخلاق به معنی هنجارهایی که ما رفتارهامون رو بر اساس اونا تنظیم می‌کنیم. گذشته از این، حتی خود ادیان هم که می‌خوان با انسان‌ها صحبت بکنن،
و دعوت بکنن به دین خودشون، اینها بر اخلاقیات مشترکی که بین خودشون و دیگران وجود داره تاکید میکنن و این هم دوباره نشون میده که اخلاق مستقل و مقدم بر دینه. و نکته آخرم این که یک سری از احکام های دینی یا تفسیرهای دینی رو وقتی شما به دینداران ارائه میکنین، اینا میگن که اینا قابل قبول نیست یا اینا با دین همخوان نیست، صرفاً به این دلیل که با اخلاق همخوان نیست. یعنی مثلا شما بگید که بریم یک کسی رو بکشیم چون که مثلا این از نظر دینی صحیحه، اینجا اخلاق مانع میشه و در واقع این شخص بدون اینکه بدونه فقه چیه، احکام فقهی چیه و غیره، با این در واقع مخالفت میکنه. آقای دباغ، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، بعد نیست که خیلی کوتاه به رابطه تعصب و ادیان هم بپردازیم در پایان بحث. به حال در طول تاریخ ادیان ما میبینیم که ادیان سرچشمه بسیاری از تعصبات و جنگ ها و کشتارها حتی بودن. در جهانی که تلاش میکنه که از تعصب ها رها بشه، در این زمینه دین به نظرتون چه نقشی میتونه بازی کنه؟ معنا بخشی به زندگی به رغم دستاوردهای علم و فلسفه، اهم از علوم تجربی و علوم انسانی، از مواریث نیکوی ادیانه که به نظر میاد همچنان در جهان کنونی باید بهش بها داد. در این حال اون پالایش و بازخوانی انتقادی دینداری که خب به رواداری باور نداره، اینا به مثابه آفتهایی است که در پای درخت دیانت در درازنای تاریخ شکل گرفته. در این حال مد نظر داشته باشید فقط دینداری نیست در درازنای تاریخ که تعصب عجین شده باهاش و آثار و نتایج سویی به بار آورده است. شما همین یه فقره دو جنگ جهانی اول دوم رو در قرن بیستم ببینید، فاشیسم و نازیسمی که هیچ منشأ دینی نداشت 50 میلیون آدم رو کشت و قصه تعصبات ظاهرا اختصاصی فقط به دیانت نداره، در عالم انسانی با انگیزه ها و پیشینه های متعدد و متفاوتی برمیخیزه و این بر همه ماست که در این عرصه آسیب شناسی و چاره اندیشی بکنیم، چه بنیادگرایی دینی که با تعصبات عجین گشته و چه دین ستیزی که اون هم یه جور تعصب غیر دینی است، هر دوتاش آفته. و توجه نکردن به این که در روزگار کنونی به هر حال دین وجود داره، فانکشن داره، نوعی رهزنیه. آقای نوپرست، جمع‌بندی شما رو هم می‌شنویم. معنای کیهانی تنها نوع معناداری نیست که ما انسان ها باش مواجهیم. نیازی نیست من بدونم جهان برای چه به وجود اومده تا مثلا از محبت کردن به کسی که دوستش دارم لذت ببرم، یا به قولی که به دوستم دادم پایبند باشم، یا در کنار دیگر افراد با بی‌عدالتی مبارزه بکنم، یا حتی مثلا فرض کنی یه سگ گرسنه و بی‌پناه رو بهش غذا بدم. این گونه انگیزه ها و ارزش ها و اهداف که در زندگی ما انسان ها وجود دارن، مستقل از اینکه جهان چیه، چجوری به وجود اومده و هدفش چیه، زندگی ما رو میتونن معنادار کنن. همین انسان بودن و داشتن طبیعت انسانی برای یافتن معنا در زندگی کفایت میکنه. اما برای افرادی که در جوامع دینی زندگی میکنن، فرض کنید به این نتیجه برسن که دیگه نمیخوان دین داشته باشن، در این حالت این افراد باید بدونن که دین نداشتن یه خلایی تو زندگیشون ایجاد میکنه که این خلا رو باید با یه چیزی پر کنن. برخی از انواع فلسفه میتونن جایگزینای مناسبی برای افراد باشن، افرادی که دین رو رها میکنن. مثلا اپیکوریزم یا رواقیگری از جمله این فلسفه هاست که میتونه به افراد در بعد عملی زندگیشون کمک بکنه. ببینید، دین صرفاً یک پدیده در میان انبوه پدیده‌هایی است که در زندگی اجتماعی ما رواج داره. اینکه آیا زندگی ما بدون دین بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد، تنها در صورتی ما میتونیم جواب بدیم که تمام عوامل دیگر رو ثابت در نظر بگیریم. ولی تصورم اینه که، یا بگم باورم اینه که، بدون جهل و خرافه جامعه بهتری خواهیم داشت. تا جایی هم که دین سهمی داشته باشه در ترویج جهل و خرافه، طبعا میتونه تاثیر منفی بذاره. سپاسگزارم سروش دباغ و زهیر باقری نوپرست، میهمانان این هفته تابو. از شما هم که با این برنامه همراه بودید ممنونم. در فرصت کوتاهی که هست یادآوری میکنم که شما همواره میتونید بحث هایی که ما اینجا در تابو مطرح میکنیم رو در وبسایت رادیو فردا در کامنت هاتون دنبال بکنید. همراهان این برنامه پرسش و پاسخ های بیشتری رو در وبسایت رادیو فردا در کامنت ها در میاندازند
و گفتگو همچنان ادامه پیدا میکنه. radiofarda.com وبسایت ما هست. هر هفته میتونید تابو رو اونجا هم بخونید و البته آرشیو کاملی از همه برنامه‌های تابو تا به حال در وبسایت فراهم هست که در بخش شنیداری میتونید اون رو جستجو بکنید. سپاسگزارم. تا هفته آینده و تابوی دیگر. خدا نگهدار.